سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. مثل همیشه ممنونم که کانال یوتیوب شری ویلنس رو دنبال میکنین، ساپورت میکنین، سابسکرایب میکنین. حتما زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید که از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنین. اما ویدیوی امروزمون ادامه ویدیوهای کلاس رقص هست که امروز تمرکزمون روی حرکت‌های پا هست، یعنی یک چرخه از حرکت‌های پا رو بهتون یاد میدم بدون هیچ حرکت دستی. خب این حرکت‌ها رو یاد می‌گیرین و بعد از اون جلسه دیگه کلاس رقص میام فقط بهتون حرکت‌های دست رو یاد میدم یه چرخه. بعد از اون جلسه بعدیش میایم این حرکت‌های دست و پا رو با هم دیگه میریم. چرا؟ هدف من چیه؟ هدفم اینه که بدونید یه موقع‌هایی که توی رقص نمیتونین حرکت‌های دست و پا، بالا تنه، پایین تنه رو با هم هماهنگ کنین، بیاین اینا رو به صورت مجزا تمرین کنین. بعد از اینکه مجزا یاد گرفتینشون، حالا بیاین سعی کنین که تلفیقشون کنین. چرا؟ چون تلفیق کردن زمانی که شما همزمان داری حرکت‌ها رو یاد می‌گیرین، به خاطر هم میسپارید، یکم سخته. اما وقتی حرکت‌ها به خاطر سپرده بشه، حالا فقط یه هدف داریم، اون که بتونیم این دو تا حرکت رو با هم تلفیق کنیم و همزمان بریم. حرکت براتون خیلی ساده تر میشه. پس هدفمون از این سه تا ویدیو که ویدیوی امروزمون حرکت‌های پا، ویدیوی بعدیمون حرکت‌های دست و بعد از اون تلفیقش هست، اینه که به شما یاد بده چجوری بتونید اون هماهنگی رو بین اعضای بدنتون ایجاد کنی. و تازه بعد از اینکه هماهنگی ایجاد شده، حرکت در اومد، حالا باید بیاین روی میمیکتون، روی احساستون هم کار کنید که اون رو تبدیل به رقص کنید و از حالت مکانیکی در بیارید. توی این ویدیو خیلی ریز حرکت‌ها رو توضیح نمیدم، چون حرکات همه قبلاً توی ویدیوهای حرکات رقص ما، کلاس‌های رقص مجزا توضیح داده شده. ضمن اینکه حرکت‌ها اصلاً سخت نیست و اگر نکته خاصی باشه در حین آموزش بهتون میگم. یادتون باشه هر چیزی رو که بخواین یاد بگیرین، رقص هم یکی از اونها هست. زمان میخواد، صبر میخواد و اینکه اعتماد داشته باشید اگر امروز نشد فردا حتما بهتر میشه و هر روز زیباتر میشه. پایانی وجود نداره، هر روز باید بهتر و بهتر و بهتر و بهتر بشیم. خیلی خب، دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم با هم دیگه شروع کنیم. خب میریم از حرکت اول شروع میکنیم. حرکت اول با پای چپ. پای چپ میاد جلو، میشه یک دو. دوبار حرکت با پای صاف، پنجه پا پوین، میشه یک دو. اوکی، شمارش سه چهار، دو قدم به سمت جلو میرم، میشه یک دو سه چهار. اگه حرکت رو از این ور برم دقت کنین چه جوریه، میشه یک دو سه چهار. و دقیقا حرکت با پای راست هم تکرار میشه، پنج شش هفت هشت. پس میشه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. نکته، وقتی پا حرکت داره به سمت بالا، پنجه های پا پوینت، انگار که به یه توپ میزنی. حرکت خیلی بزرگ نیست. قبل از اینکه شروع کنی حتما شانه ها رو به این عقب، سینه جلو، شکم داخل، فرم بدن رو میزنی توی فرم درست و زیبا. توی کل حرکت یا دستاتون میاد کنار پا یا جلوی سینه هستش، فقط یادتون باشه می داریم رو حرکت های پا کار میکنیم. پس میشه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت با پای چپ و بعد پای راست. پای راست وقتی هشت رو میرم دقت کنید، پای راستم الان جلوه، درسته؟ حالا پای چپ که پشت پای راست ضرب در هست، باز میشه یک دو. اینجا فقط حرکت ضربه هست، یعنی وزنم رو نمیندازم روی پای چپ، پا وزنم روی پای راست میمونه. پای چپ میشه یک، پنجه پا کشیده دو، ضرب در پشت پای راست، دوباره پا باز میشه سه چهار. خب پس میشه یک دو سه چهار. حالا دقت کنین پای راست من بازه، درسته؟ پای راست ضرب در پنج شش، قدم مثل قدم قبلی هفت هشت. پس یه بار دیگه از اول میرم. اول بودش چپ، پای چپ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت، پای راست جلو، درسته؟ حالا از اینجا پای چپ میشه یک دو سه چهار به سمت چپ، پنج
شش، هفت، هشت. حالا حرکت از اینجا. پای چپ بازه، درسته؟ آماده حرکت، وزن هم رو پای راست. پای چپ رو میذارم جلو، از اینجا باسن رو به سمت جلو، نیم دایره به سمت پشت. پس باسن از سمت جلو میاد به سمت جلو، بعد میره به سمت چپ و پشت، میشه یک دو، یک دو. نیم دایره باسن از سمت چپ چجوریه؟ باسن رو میدم جلو، پوشش میدم به سمت چپ و بعد به سمت عقب. اگه از این ور برم میشه یک دو. تو طول حرکت توی یک دو وزنتون جابجا هم میشه. توی یک وزنم رو پای جلو، یک پای چپه. توی دو وزنم میفته رو پای عقبی که پای راسته، میشه یک دو. حرکت بعدی دوباره با پای چپه، سه و چهار. سه تا قدم کوچولو میریم، یعنی به جای سه چهار دو تا قدم ضرب و یه ذره تندتر، حرکت تندتر و کوچولوتر میریم، میشه سه و چهار. یعنی از اینجا اگه تو این زاویه ببینید میشه یک دو سه و چهار. چپ راست چپ، قدم با پای چپ هستش، پس میشه یک دو سه و چهار. توی این حرکت پاها صاف، میاد یه ذره روی سینه پا. اگر که کفش پاشنه بلند دارین که هیچی، اگه تونستین یه ذره میایین بالا، اگه نه که لزومی نداره. پس میشه یک دو سه و چهار. دقت کنین پای راست هم الان جلوه، درسته؟ عیناً با پای راست تکرار میشه. پنج شش، پنج شش، هفت و هشت. خب یه دفعه از اول اول سه تا هشتایی رو میریم، از اول اول حرکت اول. پس میشه با پای چپ شروع میشه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. یک دو سه و چهار پنج شش هفت و هشت. اوکی، اما حرکت بعدیمون از اینجا، شماره سه تا قدم کوچیکو که میایم عقب، آخرین حرکت پای چپمون جلو، یعنی پای راست کمی عقب تر. حالا با پای چپ میریم یک دو، یعنی پام صاف و کشیده، ضرب در به سمت راست، بعد به سمت چپ. تو این حرکت هم وزن کامل روی پای راسته، وزنم رو تغییری نمیدم، رو پای راسته، فقط ضربه روی زمین میشه یک دو. حالا بعد از یک دو سه چهار وزن عوض میشه، سه روی پای چپ، چهار پای راست از بغل باز میشه. پس حرکت به این صورت میشه یک دو سه چهار، اینم برای اون ور. پنج شش، پس اول پای راست ضرب در میره به سمت چپ، باز میشه دوباره راست، دوباره ضرب در میره، این بار وزن رو میندازم روی پای راست و بعد پای چپ باز میشه. حرکت عیناً تکرار میشه. پس میشه با پای چپ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. اگه بخوام حرکت رو از پشت برم که ببینین چطور به چه صورته، با پای چپ شروع میشه دیگه، میشه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. خب پس یه بار دیگه میریم با پای چپ، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. وزن الان رو پای راست، پای چپ آزاده. حالا از اینجا وزن رو میندازم روی پای چپ، یه دایره از سمت چپ عقب راست، چهار شماره، میشه یک دو سه چهار. وزنم دوباره میاد رو پای راست، پس میشه یک دو سه چهار. حالا پای چپ رو میذارم پنج شش، پای راست میاد بالا، پنجه پا پوینت کنار زانو، زانو رو میبندین از جلو، باز نگهش نمیدارین، جلو میاد جلو پای چپ و پاتون از این ور. دقت کنین پای راست من کنار زانو اینجا نیست، ول نیست، فلکس هم نیست، پنجه رو پوینت رو کشیده نگه میدارید. خب پس دقت کنین، یک دو سه چهار پنج شش، اینن واسه اون ور هفت هشت.
چون حرکت ها بیشتر جنبه تمرینی داره، بیشتر حرکت ها سمت راست و چپ با هم انجام میشه. پس یه بار دیگه، 1 2 3 4 پای چپ پای راست، پای راست پای چپ. خب یه بار حرکت ها رو از اول اول بریم. پس با پای چپ، شانه عقب، سینه جلو، شکم داخل، چهره آزاد و بدون استرس و میریم 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 یه بار دیگه هم میریم برای تکرار بیشتر. با پای چپ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 پای چپ بالا، پای راست و از روی پای راست. حالا از اینجا با پای چپ میرم عقب، چپ راست، چپ راست بالا. یعنی همون تکرار، همون حرکت تکرار میشه، ولی این بار پای چپ که بالا بود 1 و 2 و 3 قدم عقب، پای راست میاد بالا. این میشه 1 2 3 4مون، درسته؟ پس میشه 1 2 3 4. حالا اوریب میرم به سمت جلو و کمی متمایل به سمت راست، 5 6 7 8 چرخش. چرخش تو ویدیوهای قبلی توضیح داده شده، فقط خیلی کوچولو میگم، وقتی داریم میچرخیم دوتا پار کنار هم دیگه میذارید و با استفاده از نیرویی که از کور و هسته مرکزی بدن میگیرید میچرخید. سرتون یه دونه نقطه رو جلو مثلا دارید، به اون نقطه نگاه میکنید، مثلا یه آدمه یا مثلا یه تابلوه، به هر حال سرتون میچرخه. اگه من به این صورت میچرخم دوباره برمیگردم و دوربین رو نگاه میکنم. خب حتما سر باید، چشم باید به یه نقطه ای ثابت نگاه کنه و بعد از اون موقع چرخش به سمت راست، چپ، جلو، عقب متمایل نشین. پس یه دونه سپات یا نقطه تمرکز دارید. خب پس حالا از اینجا دوباره میشه چپ راست، چپ راست بالا، دو قدم، 5 6 و 7 8. حالا از اینجا یه بار دیگه از اول میریم تا اینجا. خب پس آماده؟ چرا هی از اول میریم تا اینجا؟ برای اینکه عادت کنیم حرکت ها رو بتونیم به خاطر بسپاریم. پس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 و 4 5 6 7 و 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. اما حرکت آخرمون، حرکت آخر رو هم میریم، بعد از اول 3 دفعه با شمارش میریم، بعد با آهنگ تمرین میکنیم. حرکت آخرمون بعد از اینکه چرخیدم، دوباره 2 قدم، 1 2 قدم ها رو زیاد داشتیم، درسته؟ میرم به سمت چپ، 1 2 وزنم رو پای چپ، پای راست آزاده برای حرکت بعدی، 3 4 حرکت دایره باسن. این حرکت دایره باسن توی یکی از ویدیو هم توضیح دادم چطور انجام بدین. همزمان که دارین دایره باسن رو میرین، قدم هم ور میدارین. نیم دایره جلو، 1 قدم 2 قدم 1 قدم 2 قدم. پس با باسن تو حرکت دایره رو میزنین، همزمان باهاش قدم هم ور میدارین. پس میشه 1 2 3 4 5 6 7
8 7 8 دیگه به سمت عقب نمیرین. از جلو که دایره رو میرید همین رو همین صورت میمونید. دقت کنید وزن من رو پای راست هست و پای چپ آزاده. خب پس یه بار دیگه میریم از حرکت قبلیمون. پای راست بالا بود، درسته؟ میشه 5 6 7 8 1 2 به سمت چپ، 3 4 5 6 7 8 وزن روی پای راست، پای چپ کشیده، پنجه پا پوین، سینه جلو، شکم داخل، کمرتون یه ذره به سمت چپ خم شده. دقت میکنید که بدن من به چه صورتیه؟ مثل یک کمان میمونه به سمت چپ. خب حالا میریم از اول با هم دیگه دوبار تکرار میکنیم با شمارش و بعد میریم با آهن. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
هفت، هشت، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، یک، دو، سه و چهار، پنج، شش، هفت و هشت، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، 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 هشت. کلاس رقصمون، یادتون باشه حرکت ها رو خوب خوب تمرین کنین، به خاطر بسپارید حرکت های پا رو. ویدیوی بعدی حرکت های دست و ویدیوی بعدش همه اینا رو با هم دیگه تلفیق میکنیم. سوالی، پیشنهادی، نظری، انتقادی دارید حتما حتما به ما بگید. بازم ممنونم که تو این ویدیو همراه من بودین و توی ویدیوی دیگه منتظرتونم. دوستتون دارم و مراقب خودتون باشید.